اگنتی مبارزه با کروپسی توجکستان روز 14 فوریه خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی مصطفی قلوف تیمور معاون رئیس کمیته اداره زمین نویه دیوشتیج را انجام داده در پی تصدیق فکر عیبداری به دادگاه سپرده است. تیمور مصطفی قلوف با گرفتن 23 هزار سومانی پوره در عوض جدا کردن یک قطعه زمین عیبدار می شود، ولی پرونده او را بر اساس بند آی قسم 3 ماده 247 کدکس جنایتی توجکستان همچون قلوبی بندوبست کردند. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیا در شرح این پرونده گفت شهروند به اگنتی با عریضه مراجعت کرد که نسبت معاون رئیس کمیته اداره زمین نویه دوشتیج مصطفی قلوف تیمور مصطفی قلوویچ چاره های قانونی اندیشیده شود، چون که نامبرده از او برای به نام برادرش جدا کرده دادن قطعه زمین نزد حولگی مبلغ 3000 سومانی طلب کرده گرفته است. نامبرده با مبلغ قبلا گرفته شده قانع نگشته از شهروند برای جدا کرده دادن قطعه زمین برای ساختمان مبلغ 20000 سومانی دیگر طلب کرد. از این مبلغ 13000 سومانیش را پیشکی گرفته، باقی مانده 7000 سومانی را طلب نموده است. ضمن از جانب کارمندان اگنتی گذرانیدن چوربینی های اپراتیوی تفتیشاتی بعد از شهروند گرفتن مبلغ 7000 سومانی آخرین دست گیر کرده شد. مبلغ مذکور از او یافت و گرفته شد. اگنتی دلیل همچون قلابی بند و بست کردن پرونده صرف برخوری یک منصبدار بلندپویه را شرح نداده است. در تاجیکستان در سالهای آخر موردهای به ماده جزایش سبکتر قلابی تاب دادن پرونده های منصبداران پرخور زیاد شده است. در نتیجه اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص می شوند. طبق قانون اساسی تاجیکستان زمین در این کشور مالکیت استثنایی دولت به شمار می رود و فروش آن قطعی منع است، ولی با این وجود فروش قطعه های زمین برای ساختمان منزل های استقامتی و یا برای فعالیت های تجارتی یکی از عرصه های از همه فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. چند پیش رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیدیزی تاجیکستان عارف خواجه‌زاده نیز اعتراف کرد که زمین امروز موضوع بحث رقم یک شده است. تقریبا هر ماه مقامات این کشور درباره بازداشت چندین منصبدار با اتهام زمین فروشی خبر می دهند. بلند پویترین منصبداری که با چنین جرم محکوم به زندان شد شهردار سابق کولوب بهرام عنایت‌زاده بود که ماه ایون سال 2020 دستگیر گردید و ماه نویبر همان سال به 12 سال زندان محکوم شد.